آیا رهبران جمهوری اسلامی حاضر به دست کشیدن از اصول مذهبی خودشون برای باقی ماندن در قدرت خواهند بود؟ توی گفت صحبت آقای براتی رو من میخوام ادامه بدم. ببینید، این بحث اسلام سیاسی شده تنها در شیعه نیست. این آقای براتی باید بهتر از من بدونه. اساسا اسلام سیاسی در جهان اسلام منشأش بیشتر در خود اهل سنت بوده. جریان اخوان مسلمین و سید قطب که اعدام هم شد، و اینجوری نیست که فقط در شیعه. اتفاقا شیعه یک بدعتی بودی که آقای خمینی گذاشت، بحث ولایت فقیه رو. یعنی در عموم شما حوزه های علمیه و صاحب نظرانی که در حوزه های علمی هستن قائل به تشکیل حکومت اسلامی نیست، و آقای خمینی اینجا یک بدعت بزرگی رو گذاشت. الان هم شما میبینید که نهره های روشنفکری دینی نقد میکنن که در چارچوب فقه مصطلح، در تفسیری که از قرآن هست یا در متون کهن که به اصطلاح نظریه پردازی میکنن، میخوان رد کنن. ولی یک قفلتی هم باز اینها در نوگرایان دینی من ببینم که به این مسئله باید توجه بکنن که ولایت مطلقه در شکل حتی سنتیش میگه در همین فقه رایج شما میتونید اجتهاد بکنید و بنابراین نمیتوانید دیگر خارج از این فقه برید. اما وقتی ولایت مطلقه فقیه میاد، بحث فقه رایج راکت میشه و آقای خمینی میگه که شارع، یعنی ولی مطلقه فقیه، میتواند تمام گفتمانها و دستورات فقهی رو زیر پا بذاره و هر آنچه که مصلحت اسلام، مسلمین، مصلحت نظام هست، من این رو اجرا میکنم. و از نماز، از توحید، از اصول دین، فروع دین، حفظ نظام از همه بالاتر.